این چند روز گذشته هی صحبت از این بود که لایو بذاریم اینستاگرام یا حرف بزنیم در مورد مسائلی که اتفاق افتاد. الان دقیقا حالی که من دارم احتمالا نزدیک به حال بسیاری از شماست و شاید ذره‌ای باشه از حال کسانی که مستقیم درگیر با این ماجرا هستن، مثل یک خطره اشک دریای سیاه. یه جای حال آدم ها به هم دیگه گره میخوره، مثل اینکه تو ساحل وای میستی میخوای بری توی دریا، اون ته رو که نگاه میکنی میبینی آسمون و آب یه جای به هم دیگه گره میخورن، یه خط میشه، بعد فکر میکنی تهش شنا بلد نباشی میمیری. اون گره مرگ، یه جایی که زندگی آدم هم میگه گره میخوره، به هم میگه وصل میشه. این همه آدم خودشونو میکشن، واقعا خودشونو میکشن، با آب و دریا میزنن، به زمین و آسمون میزنن که مثلا برسن تا یونان، برسن به یکی از این کشورهای اروپایی. یک کسای دیگه هم درس میخونن، حالا با بورسیه این در بزن اون در بزن پول جمع کن، هزار تا بدبختی شانس میارن، مثلا میرن تو کشوری مثل کانادا، بعد میخواد برگرده ایران. یه هفته مثلا دانشجو هم هستی، وضع مالی هم اونچنان نیست که بگرد دنبال مثلا یه هواپیمای خیلی خفن، مهم هم نباشه. هر جا باشی، دانشجو که باشی، بچه مایدار خفن هم که نباشی، به هر حال حواست هست که یه دو تا چهارتایی داشته باشی. من حداقل اون اسامی که دیدم، حداقل 5 تا 6 تا از این بچه‌هایی که توی این هواپیما کشته شدن دانشجو بودن، پی‌اچ‌دی داشتن می‌خوندن، تو رشته‌های مختلف قرار بود دکتر بشه. بچه توشون بود، زن حامله توشون بود، چقدر زوج توشون بود، معلوم بود اومدن سریع به فامیل بزنن. یه چند تاشون، 2-3 تاشون من دیدم قرار بیان ایران ازدواج بکنن. 63 نفر فقط از کانادا. تلویزیون های کانادا رو می دیدم اینا صبح تا شب خبر پشت خبر، ناراحت. کانادایی ها مردن، کانادایی های ایرانی مردن. بیوگرافی بزن، توضیح بده، مصاحبه بکن، سل 80 نفر آدم مرد، افغان هم توشون بود، افغانستانی، احتمالا ایرانی آلمانی هم توشون بود. همین یکی دو روز بالای 5-6 نفر از آدم های مختلف من صحبت کردم باشون، یا مشتریشون بودن یا آشناشون بودن، رفیقشون بودن، یکی دوتا فامیلی دور بودن. مفت مردن. اوکی، مملکتت، حاکم فاسدت، نظم پررو فاسد بیمارت، قلدر کوچه های خلوت که سیلی بزرگ خورده، گندشون رو زدن، از اون برم خبر میده به عراق
که آقا خلوت کنید، عراق هم نه، عراق الان میاد با آمریکا خبر نمیده، اونا هم پادگان خلوت میکنن، اینا میان چهار تا موشک بزنن. حالا بگذاریم از این که اون موشک ها چه قیمتی دارن، اون موشک ها پول ملته، اون موشک ها پول ملت، قیمت ها تو گوگل بزنید در میاد. موشک قیام فکر میکنم کم قیمت ترینشون بود، بین 100 تا 300 هزار دلار. حمل و نقل اینها، نگهداری اینها، بزنی به حیات خلوت مثلا، که من انتقام سخت بد ببینه، انتقام سخت نمود بیا بگی سیلی بود، سیلی کجا بود؟ ایوون تو چرا خودتو داری گول میزنی؟ بس شدی. همون شب باید گندش در بیاد که هواپیمای اوکراین رو زدن. هواپیمای اوکراین اوکراینی این ورون ور نمی برده که، مسافر ایرانی می آورده. الان داره دونه دونه خبرها پشت سر هم در میاد. یه جایی سرنوشت آدم ها با هم دیگه گره میخوره، یه جایی که اصلا فکرشو نمیکنه، دنبال مقصر آدم میگرده دیگه، عصبانیه، میخوای هر کی دم دستت هست رو. قطعا یه نظم فاسدی مثل جمهوری اسلامی مقصره، به خاطر مسئولیت ناپذیریش، توجهش به حقوق مردم. وقتی میگیم حقوق مردم یعنی این که تو یه برنامه نداری برای این جامعه، جان این مردم و زندگی مردم برات اهمیت نداره، یه عده محدودی فقط، همون کسایی که نزدیکان خودت هستن، همون ها رو فقط، این اندازه حتی تدبیر نداری که قهرمان خودش رو هم میخواد تشییع بکنه 50 نفر باید توش بمیره، بالای 50 نفر اهمیت نداره براش، تازه فکر میکنه کردیت هم هست براش. ببین چقدر علاقه داشتن، 50 نفر فقط کشته داریم زر تشییع رانش. تبریک و تسلیت عرض مینام. یعنی دست دلم نمیره و نمیرفت که بیام لایف بذارم حرف بزنم، اصلا چی بگیم در مورد چی بگیم؟ مگه میشه اصلا غیر قابل باوره؟ مگه میشه هر بار خبر مرگ؟ ما هنوز داغ اون 1500 تا، من حتی به اون 1500 تا هم باور نرم، اون عدد بیشتره. این چیزی که رسانه‌های اینور همه دست به دست هم دادن تا تونستن یه آمار نصف نیمه در بیارن، این فقط کسایی که تونستن، قطعا از 1500 تا بیشتر کشتن اینا. اون داغه هنوز داغه. ما باید ایران نیستیم، بعد اون کسی که میاد به ما میگه هی تو که بیرون گود نشستی، گود کجاه؟ نگاه کن به همون خط، همون خطی که زمین و آسمون رو به هم دیگه وصل میکنه، دریا و آسمون رو به هم دیگه وصل میکنه. ما سرنوشتمون به هم دیگه گره خورده. خیلی احمقانه تر از این حرفا سرنوشت همه ما به هم دیگه گره خورده. من تا 100 سال دیگه هم نه آلمانی میشم، نه انگلیسی میشم، نه من خودم، یعنی از طرف اونها هم همچنان ایرانی خواهم بود. ندیدید مگه صحبت حمله ایران شد، بالای 10 ساعت 12 ساعت ایرانی ها رو توی مرز آمریکا نگه داشتن. سوال جواب میکردن،
مردی که میرفتن فیسبوک میسبوکشون رو چک میکردن. خب اون نظم کشور میخواد مراقبت بکنه دیگه. منظور ولی این که سرنوشتی یه جا گره میخوری میبینی اصلا این فیلم سینماییه، باورت نمیشه، باورت نمیشه. یه حادثه، حالا میخواد این حادثه جنگ باشه، این حادثه میخواد سقوط یه هواپیما باشه، این حادثه کشته شدن مثلا یه جنرال نظامی باشه، چه اتفاقاتی میتونه به وجود بیاره؟ و تاریخ دیگه، تاریخ بخونید. مگه جنگ های بزرگ، همین دوتا جنگ، جنگ اول و جنگ دوم جهانی مگه چجوری به وجود اومد؟ بمب اتم آخر سر ترکوندن توی جنگ جهانی دوم، اولش که اینجوری شروع نشد، خیلی ساده شروع شد، مرحله به مرحله شروع شد. بعد جنگ تو تکلیف تو میدونی، یه جنگ، ما هم یه تصوری از جنگ داریم دیگه. اون موقع که تو صلح میکشن اونو دیگه نمیدونی اسمشو چی بذاری، اصلا بی ربط، هر دو داشته درسشو میخونده بلند شده اومده ایران، خواسته برگرده زدن هواپیما رو، به اونم میخواستی بگی بیرون رو گرد نشین. این حجم دردآور زندگی نفس آدم رو میگیره، نفس آدم میگیره. خیلی باید ادعا داشته باشی، خیلی باید قوی باشی که وسط این خبرها باشی و دوام بیاری. دیدیم دیگه، نمیدونم، شاید شنیده باشین، خیلی موقع آدم ها با خودشون شرط میزنم یه از فردا تمام این اپلیکیشن ها رو پاک میکنم، تمام نمیدونم خبرگزاری ها رو آنلایک میکنم، دیگه با هیچ چی کار نمیخوام اصلا خبر بشنوم، یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه، تا بگو یه سال. کجا میخوای بری؟ تو جنگل میخوای بری؟ میخوای بری توی بیابون؟ کجا میخوای فرار کنی؟ خبر نشنوی؟ نمیشه. دیگه اصلا صحبت از مسئولیت و تعهد و نمیدونم وطن و اینا، هیچ کدوم اینا رو دارم نمی کنم. من فقط مثلا گره خوردن سرنوشت هاست. هر کدوم این اتفاقات اتفاقا سیلیه، اگه اون رهبر ابله حرف درستی زده باشه همین سیلی هست. البته این سیلیو نه به آمریکا، این سیلیو به تک تک مهاجره میزنه، که ما هر لحظه اینا دارن سیلی میزنن، اینا به خودشون هم دارن سیلی میزنن، نمیفهمن. درد وقتی که زیاد میشه سر میشه، بی‌حس میشه، عصب از کار میافت. سیلی هم وقتی زیاد میخوری عادت میکنی، مرگ زیاد ببینی عادت میکنی، خمیده میشی، رنجیده میشی، در خودت فرو میشی کنی، حالی دیگه عادت میکنی. اینو فکر میکنی زندگی اینه دیگه، همش مرگ، همش خبر بد، همش. ولی یکی میگفت، گفت تو مینویسی آدم تشنج میکنه، اینو میخونه. به جان تو من آرزوم بود این توانایی داشتم، یا وضع جوری بود که فقط حرف میزدم تو میخندیدی. بارها تلاش کردم مثلا بشینم این کمدینای ایرانی رو ببینم، حالا تو غربی، اینا میگن چی میگن میخندن اینا،
میری بعد یه سری جمعیت هم میارن که اونا هم میخندن. انگار یکی اون بغل علامت داره میده بخندید الان. آه حق بدم، برای همین کم حرف میزنم الان. یعنی تو این چند وقت که نیومدم حرف بزنم، بودیم چی میخوام بگم دیگه. چی میخوای بگی؟ ولی دیوانوار نوشتم، نزدیک دوتا آلبوم دارم مینویسم. چهل سالگی دارم رپ می‌نویسم. بسه.